دفتری باز می کنم به نام خدا، باز آغاز می کنم به نام خدا، حرفی از جنس دل، ترانه و موسیقی، کوکین ساز می کنم به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی پایگاه تلرسانی میارجل. امیدوارم هر جا که هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه و طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه. خوشحالم که با یک گزارش دیگه در خدمت شما هستیم. ما رو در این گزارش همراهی کنید. در این گزارش بنا داریم که در خدمت یکی از چهره‌های بازنشسته و خدمتگزار شهرستان بنپور باشیم. جناب آقای فرهاد آتش افروز، بیش از 30 سال خدمت ماندگار در این شهرستان از ایشون یک چهره مورد احترام و مورد قبول در میان مردم ساخته. به منزل ایشون اومدیم تا گفتگویی رو با ایشون ترتیب بدیم. خب ممنونیم از شما عزیزان که ما رو در این بخش کوتاهی از گزارشمون همراهی کردید. همونطور که میبینید جناب آقای فرهاد آتش افروز از چهره‌های خوب و دوست داشتنی و محبوب و مردمی شهرستان بنپور در خدمتشون هستیم. فرهاد عزیز، یک سلام علیکی با بینندگان ما داشته باشید و در ادامه در خدمتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر بینندگان عزیز، همشهریان عزیز، تمام بزرگوارانی که به این بنده حقیر لطف داشته و دارن و آرزوی موفقیت برای تمام شهروندان عزیز رو دارم. بنده از اوائل خدمتم در جهاد سازندگی سابق در واحد برق جهاد سازندگی مشغول به کار شدم تا سال 81. از 81 به بعد بنابه هیئت وزیران وقتی که یک تصویب نامه داشتن، کارهای موازی جهاد سابق رو واگذار کردن. ما با توجه به واحد برق بودیم، به برق شهرستان ایران شهر منتقل شدم و سال 81 تا پایان سال 99 در خدمت مردم شهرستان ایران شهر بنپور بودم. خیلی خوب، پس به هر حال کارنامه موفقی هستش و رضایت مردم هم از عملکرد حضرت عالی گواه به این مسئله هستش. جناب آقای آتش افروز بفرمایید، اصلا خدمت به مردم، خدمت به جامعه برای شما چه جایگاهی داره؟ در زمان مدت کاری که من در مجموعه برق شهرستان بودم، در مسئولیت های مختلف علی خصوص در مدیریت برق شهرستان وقتی بودم، سعیم بر این بوده که اولا رضایتمندی خلق خدا رو داشته باشم، بعد که رضایتمندی خلق خدا رضایتمندی خداوند تبارک تعالی بوده و خواهد بود. خاطرات شیرین ما که بیشترش این بوده که وقتی که ما در سال گذشته طوفانی اومد در منطقه در حوزه شهرستان بنپور، یه خطی رو ما داشتیم به نام خط جنت که منتهی میشد به دهستان چاهلی و بیش از 20 اصل تیر ما در اون موقع تیرهای ما شکستن. در همون شب بچه هامون همه بسیج شدیم، رفتیم و کاری کردیم. با توجه این تیرها شکسته بود، از 2-3 نقطه تونستیم این برق به اصطلاح مانور کنیم و برق مطمئن رو، حتی یک خانوار رو ما در اونجا بی برق گذاشتیم که یکی از بهترین خاطرات زندگی من است که حداقل خانوی و خانواده‌ای رو ما در اون موقع بی برق نگذاشتیم برای مردم. در واقع همون لبخند و رضایتی که مردم اون منطقه داشتن باعث شد که این خاطره برای شما دیگه در واقع خاطره شیرین و موندگار بشه، درسته؟ بله 100%. دعای خیر مردم همیشه پشت سر ما بوده. خیلی ها در این مناطق، خیلی ها شاید هنوز هم در این مدتی که من مسئولیت داشتم به چهره شاید من رو ندیدم، اما پشت تلفن هر وقت برای من زنگ میزنن همیشه دعای خیرشون پشت سر بنده بوده و خدا را شاکرم که حداقل مردمی در پشت سرم دعاگویم هستن و همین هم باعث رضایتمندی وجدان خودم و خانواده خودم هست. خیلی خوبه، شنیدیم صحبت‌های آقای فرهاد آتش افروز عزیز رو. ما یک بخش کوتاهی از گزارش و برنامه امشبمون رو می‌بینیم و مجدداً برمیگردیم و با یه قسمت جالب از گزارش امشبمون در خدمتتون هستیم و می‌خوام یه مقدار با فرهاد آتش افروز راحت‌تر صحبت بکنیم. با ما همراه باشید، می‌ریم و برمیگردیم.
فرهاد آتش افروز علاوه بر اینکه مدیر خوبی هم در محل کار و به هر حال خدمتش بود، ظاهرا در منزل هم فرهاد عزیز شما علاوه بر اینکه مدیر خوبی هستید، یک شریک زندگی خیلی خوب و تکمیل کننده برای همسرتون و خانواده هستید. سر سفره هم به حال ما دیدیم که دیگه چقدر منظم سفره چیدید، و برای ما بگید که جایگاه خانواده در زندگی شما به عنوان حالا یک مدیر در منزل چی بوده و چی هست؟ بنده اعتقادم بر این زن خانواده به عنوان هم شریک زندگی، هم این که مشاور بسیار توانا و قوی خواهد بود برای هر مردی، و همیشه وقت و در همه جا گفته شده پشت هر مرد موفقی زن موفقی خواهد بود، و الحمدلله از این نعمت من از خانواده خودم برخوردارم، چرا که یک خانم فرهنگی با سواد و با دانش دارم، و الحمدلله همیشه وقت از راهکارها، پیشنهادات و انتقادات این همسرم هم استفاده میکنم. فرهاد بهت میاد زن ذلیل باشی اینجوریه یا نه؟ زن ذلیل بودن رو خدمت شما عرض بکنم، بالاخره خود تعامل یعنی زن ذلیلی، و اون بالاخره باید حتما این کار بشه دیگه، طبیعی هم هست. خیلی خوب، خود تعامل یعنی زن ذلیلی، اینم حرف قشنگی. در حال حاضر برنامه‌تون برای آینده چیه حالا بعد از بازنشستگی؟ فعلا دیگه میخوام این 4 سالی رو ثبت نام شورا هم نکردم، میخوام یک استراحت داشته باشم تو این 4 سال که انشالله ببینم وضعیت چی میشه. حالا تا دوره بعد اگر خدا بخواد، حالا شاید اهداف بلند پرواز بالاتری رو داشته باشیم که انشالله فعلا چیزی رو نمیگیم، حالا بذار ببینیم پناه بر خدا چی خواهد شد. انشالله ما برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. فرهاد چند تا کلمه میگم در موردشون، هر چی به ذهنت میاد خیلی کوتاه مفید و مختصر برای ما توضیح بده. شهرستان بنپور، مهد تمدن مکران، استاد شیر محمد اسپندار، استاد دونینواز بین المللی که با نواختن نی مسیحاییش روح همه رو شاد میکنن. خدمت به مردم، عبادت، پروفسور محمد نعیم امین فرد، مرد دوست داشتنی و فردی که دیگر مادری نخواهد زایید مثل او را. دیدیم و شنیدیم صحبت های جناب آقای فرهاد آتش افروز رو، این چهره دوست داشتنی و محبوب و خدمتگزاری که 30 سال خدمت صادقانه در شهرستان بنپور، بارسترین امتیاز کارنامه پربار این چهره ارزشی و مردمی هستش، و ممنون از ایشون که وقتش رو به هر حال در اختیار ما و شما همراهان پایگاه تلارسانی معیارجل قرار دادن. از شما عزیزان همراه هم ممنونیم که با ما در این گزارش همراهی کردید و تا آخر پای این گزارش نشستید و دیدید. امیدوارم هر جا که هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه، سلامتی رو برای همتون آرزو میکنیم، هر جایی که هستید موفق و مؤید و پیروز و شادکام باشید. خدا یار و یاور و نگهدارتون باشه. بدرود.